جهت شادی احوال طیب و مطاب نوک شهدای اسلام از صدر اسلام تا کنون و شادی روح شهدای دشت کربلا بخصوص سرور و تالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین علیه السلام و السلام صلوات و بلند بر حمد بفرمایید. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله اشرق الشهداء والصديقين قاسم الجبارين وناصر المظلومين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي دعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور الميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أمين وحيه وبشير رحمته والنذير نقمته سيدنا ومولانا عبد القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المعززين لا طيبا ناموس الدهر وبلية العاصر في حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج فاجعلنا من أحضانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. آمين يا رب العالمين. ثم قال الله الحكيم في كتابه العظيم وفي مبرم فرقانه العظيم وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صلوات بلند رحمة بار دیگر فرارسیدن ایام الله محرم الحرام را فصاحت قدسی امام الزمان و شما عزیزان عزادار صمیمانه تسلیت عرض می کنم. مسئله عزاداری و عرض ارادت به صاحب مقدس اولیاء خدا مسئله که جزء لایتفک ایمان انسان مؤمن است، مسئله حب و ولایت داشتن و ولایت مداری،
جزء ارکان ایمان است. ایمان نیست مگر به وجود ولایت در آن ایمان. مؤمن خوانده نمی شود مگر این که ولایت مدار باشد، و الا تفاوت بین ایمان واقعی و ایمان دروغین وجود ندارد. مسئله دیندار بودن و مؤمن زیستن و هدفمند زیستن مسئله که پاسخ سؤالات اساسی انسان از آغاز خلقت اوست. انسان همواره با چند سؤال اصولی و اساسی روبروست: از کجا آمده است؟ برای چه آمده است؟ به کجا می رود؟ و سرنوشت او چگونه خواهد بود؟ چرا آمده است؟ چرا در این دنیا خلق شده است؟ برای چه آمده است؟ از کجا آمده است؟ به کجا می رود؟ و چگونه باید برود؟ اینها سوالاتی که حتی بشر نخستین و انسانهای ابتدایی که از قدرت فکری سطح پایینی برخوردار بودن از خودشون سوال میکردن که ما از کجا آمده ایم، چطور آمده ایم، به کجا میبریم. سوالاتی که ذهن انسانها رو درگیر میکرد و در پاسخ به این سوالات ادیان مختلف شکل گرفت، دینهای گوناگون به وجود آمد. کم کم در پاسخ به این سوالات عقیده بر این شد که گفتند انسان را موجودات غیبی آفریده است، موجوداتی که این موجودات آفرینندگان انسانند. بعد گفتم خب موجودات غیبی چطور این دنیا و این انسان را خلق کرده؟ گفتم از طریق واسطه ها، از طریق واسطه ها موجودات غیبی انسان ها را خلق کرده. واسطه ها چی بود؟ واسطه های این موجودات غیبی، من مسئله را ساده‌تر کنم از اون بحث فلسفی که پشت این بحث هست، مسئله را بسیار ساده و خودمانی مطرح کنم. گفتن چطور انسان ها آفریده شده و این جهان آفریده شده؟ گفتن که از طریق واسطه ها. خالقی هر کدام از تحولات طبیعت خالقی دارد. باران خالقی دارد. بخوام عقیده انسانهای قدیم رو بگم، شما ذهنتون به طرف این مسئله نرید این غلط است یا درست است. میخوام تاریخ دین و دینداری رو بگم، چطور شد که انسان از اون گذشته های دور آمد تا به این مسئله رسید که انسان دین واحد و خدای واحد داشته باشد. ابتدا گفتم که هر موجودی از موجودات طبیعت خدایی دارد، باد خدایی دارد، آب خدایی دارد، خورشید خدایی دارد،
شب خدایی دارد، هر کدام از موجودات طبیعت و زلزله خدایی دارد و به این دلیل برای هر کدام از اینها یک واسطه درست کرد که مسئله بت پرستی شکل گرفت. مثلا گفتن این بت نماینده خدای باران است، بت دوم واسطه خدای مثلا خورشید است، بت سوم واسطه خدای زلزله است، بت چهارم واسطه فلان خدا تا برسد به خدایان بیشما. از این نقطه بت پرستی شکل گرفت، استقام بت پرست شد. کم کم فکرشان رشد کرد، پیامبران الهی آمدن گفتن نه خیر، این گونه نیست که هر موجودی از موجودات خدایی داشته باشد. سراسر این عالم یک خدا دارد، یک قدرت قوی که همه عالم را خلق کرده و هر چه نیروهای طبیعت است و ید قدرت اوست و دست اوست. آفریننده شب و روز، آفریننده باران، آفریننده بادها و طوفانها، آفریننده خورشید و ماه و کواکب و ستارگان کلا، خدای قهار که همه عالم را خلق کرده. ادعی نپذیرفتند. این همه پیامبران که در طول تاریخ آمدند و ادعی بیشمار 124 هزار پیغمبر برای هدایت انسانها و فهماندن یک کلمه که خدای این جهان یکی و شریک ندارد، برای فهماندن همین یک کلمه 124 هزار پیغمبر از طرف خداوند متعال مبعوث به نبوت شد و برای هدایت انسانها آمد، اما حرف رو گوش نمی کردن. بنی اسرائیل بیشترین پیامبران را کشت. یقتلون قرآن می فرماید یقتلون النبیین نبیون از یقتلون الانبیاء به غیر حق، انبیاء به ناحق می کشتن. پیامبر کشی در بین بنی اسرائیل رسم شده بود، به قدری در مقابل پیامبران لج می کردن که پیامبران گاه بداری مسئله بسیار ساده را با اونها نمیتونستن میان در میان بگذارن. برای این اساس به بت پرستیشان همچنان اصرار ورزیدن و پافشاری کردن. کم کم هم پیامبران زحمت بیشتر کشیدن و عقل انسانها را رشد دادن و هم خود انسانها تا از خدایان متعدد بیشمار چند خدا رو قبول کردن. گفتن پس اگر هر پدیده ای از عالم طبیعت یک خدا نداشته باشد، حداقل چند خدا رو باید به پیامبران گفتن که اینها رو باید قبول بکنید. خدای باران و باد و خدای آتش و خدای خاک. پیامبران گفتن نه خیر، این چیزهایی که شما میگویید هم خالقش یکیست، آفریننده هم یکیست. شما خوب فکر کنید این بت‌هایی که شما میپرستید بت‌هایی است که خودتون ساختید، خود ساخته شما، هیچ قدرتی ندارد. زنده همون جنس بیجانی که او داده شما هستید که او رو به این شکل ساختید، قدرتی ندارد. قبول نمی کردن. تا کم کم رشد فکری بشر زیاد شد، خدای واحد را در بعضی از امتها پذیرفتن. پیامبران زحمت بسیار زیادی کشیدن. داستان زندگی حضرت نوح رو شما ملاحظه بفرمایید. نوح علیه السلام 950 سال پیامبری کرد، نه اینکه عمر نوح 950 سال باشد،
پیامبری نوح و رسالت نوح 950 سال و الا 1050 سال حضرت نوح عمر کرده. 950 سال برای هدایت مردم زحمت کشید. زحمت های پیامبران و حاضیان در طول تاریخ باعث رشد فکری و تفهیم و رشد اقلانیت مردم شد. مردم بیشتر مغزشون به کار افتاد تا حدی که به خدای واحد در بعضی از امت ها ایمان آوردن و سلسله پیامبران الهی به آخرین پیامبرش که انسان کامل و حجت آخر الزمان و حجت آخر حجتی از طرف خداوند متعال برای رسالت برگزیده شد و فرستاده شد، ذات مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله. پیامبر وقتی مبعوث به رسالت شد، خیال نکنید که جامعه عربستان یک جامعه بسیار ساده و پیش پا افتاده بود. نه خیر، خانه کعبه از همون قدیم الایام مرکز عبادی ملل مختلف بود. پیروان حضرت ابراهیم به سوی خانه کعبه می آمدن. سرزمینی بود مرکز، سرزمینی بود مقدس، نقطه فوق الجیشی که هم از نظر نظامی در یک محدوده بسیار استراتژی قرار داشت و هم از نظر تجاری محل تجارت تاجران مختلف بود. تاجرانی که از چهار سو می آمدن برای تجارت، عده‌ای از یونان باستان می آمدن، عده‌ای از حبشه می آمدن، عده‌ای از ایران می رفتن. خلاصه مکه بازار فرهنگی و تجاری اون زمان بود و مشرکین قریش در سرزمین مکه پادشاهی می کردن. بی نهایت پولدار شده بودن، ثروتمند شده بودن، دارای خانه های مجلل، باغستان های مجلل، هر کدومشون صدها بنده و کنیز را در اختیار داشتن. در جنوب از خانه کعبه به بتخانه تبدیل شده بود. بتهایی که خود مشرکین ساخته بودند، بعضی هاشون از خرما و بعضی هاشون از سنگ و چوب، و در خانه کعبه نگهداری می شد. در جنوب فضایی که ظلم و ستم بیداد می کرد، یک فرد از غار حرا پایین می آید و فریاد می زند یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای مردم بگویید خدای جز خدای متعال نیست تا رستگار شوید. این در چه فضایی؟ پیامبر می فرماید انقدر که من برای هدایت این امت رنج کشیدم، هیچ پیامبری به اندازه من زحمت نکشیده. داستان زندگی پیامبر رو و تاریخ اسلام رو مطالعه بکنید، نکته های ارزنده و درس آموزی به من شما میدهد. نکته هایی که یک انسان الهی برای هدایت جامعهش میکشه، زحمت هایی که یک انسان الهی متحمل میشود تا مردم زمانش هدایت شود. تا حدی پیامبر برای هدایت مردم زحمت میکشید که وقتی عده ایمان نمی آوردن، پیامبر انقدر ناراحت میشد که خداوند میفرماید ان تكون بار و نفسک، تو برای هدایت مردم کم خودتو بکشی. خداوند به پیامبر میگوید که میفرماید که تو به واسطه این که مردم هدایت بشن انقدر حریص و دلسوز برای مردم هستی که اگر مردم ایمان نیاورند کم هست تو خود جانت از خود بدن از بیرون برود. صرف برای هدایت در جامعه عربستانی که تمام رذایل اخلاقی فضیلت و خوبی شمرده می شود،
دزدی، تجاوز، جهل، نادانی، سرکشی، مردم آزاری در جامعه عربستان به عنوان صفات خوب، کارهای خوب شمرده میشه. کارهایی که خوب بود در نظر اونها بد شمرده میشد و هر چه بدی بود به نظر اونها خوب شمرده میشد. وقتی میگوید دوران جاهلیت عربستان، جاهلیت به معنای مطلق کلمه در همه زمینه ها، اینها جاهلیتی بود که دامنگیر مردم عربستان بود. به عنوان نمونه دختر داشتن در جامعه عربستان ننگ بسیار ابدی و همیشگی شمرده می شد. قرآن وقتی می فرماید از اون دختران کوچک زنده به گور شده در آخرت سؤال خواهد شد به ای زنب قتلن، از دخترانی که بیگناه زنده به گور شدن از مشرکان قریش سؤال خواهد شد که به ای زنب قتلن، به کدامین گناه اینها کشته شدن. پیامبر در چنین سزایی دست فاطمه زهرا را میبوسد و جایگاه زن مسلمان را در بالاترین رده جایگاه شخصیت انسانی قرار میدهد. در سزایی که دختر داشتن ننگ شمرده میشود و الان هم در سرزمین در کشور که در بعضی کشورهای عربی هستند اعراب جاهلی که دخترانشان را زنده به گور میکنند الان هم وجود دارد. الان هم در بعضی از کشورها عربهای بیابانگرد جاهل دخترانشان را زنده به گور میکنند و این رسم متعصبانه و رسم تعصبی وجود داشت و پیامبر در مقابل این رسم و رسومهای و رسوم مشابه این ایستاد. داستان میگوید مردی به مسافرت رفته بود، بعد از 8 سال از مسافرت برگشت، آمد در بین راه خبردار شد که در خانه او دختری به دنیا آمده، آمد از خانومش سؤال کرد که درست شنیدم یا دروغ، آیا در خانه ما واقعا اون نوزادی که من رفتم و تو در شکم داشتی بعد از من رفتم دیگر متوجه نکنم وقتی او به دنیا آمد دختر بود یا پسر، رو دختر است؟ مرد حرفی نزد. فردا شد، مرد گفت من میروم دنبال هیزم به بیابان، این دخترم بیاید برای او تفریح شود. دختر 8 ساله را با خود برد در بیابان، بیل و کلنگی برداشت و شروع به کندن یک قبر کرد. میگوید این دختر رو زنده به گور کرد، دختر 8 ساله رو زنده به گور کرد. این خودش این سخن رو اعتراف می کند نزد رسول گرامی اسلام، پیش پیامبر آمده اعتراف می کند که من چنین کاری کردم و خودش گریه می کند. می گوید بعضی از حرکتهای دختر رو وقتی به یاد می آورم قلبم آتش می گیرد. وقتی من قبر می کندم بر سر و صورت من گرد و غبار نشسته بود. دختر با دامن کوچکش و با دستهای کوچکش می آمد پیشانی مرا پاک می کرد، می گفت بابا جون من روی گرد نشسته، بگذار با دامنم با کنار گوشه چادر به اصطلاح دامنم صورتت رو پاک کنم. ولی من به این کارهای دختر توجه نکردم و او را زنده به گور کردم.
جاهلیت تا کجا؟ جاهلیت عربستان که پیامبر در مقابل اون جاهلیت ایستاد، موجب شد که یک تحول عظیمی در افکار مسلمین به وقوع بپیوندد و به برکت اسلام و قرآن همون عربهای سوسمارخور جاهل مرتجع متأثر اون زمان در جایی قرار میگیرد که پیامبر رو یاری میکنند و در سال 8 هجرت تمامی ممالک عربستان و شبه جزیره عربستان به قدرت الهی به اسلام ایمان می آورد و پرچم سبز رنگ لا اله الا الله و محمد رسول الله بر همه عربستان تنین انداز می شود و به احتضاب در می آید. قدرتی که اسلام به این عربهای جاهل داده و همین عربهای متعصب جاهل تحت تعلیم اسلام و به برکت هدایت اسلامی منشأ تحول عظیم در جامعه انسانی می شود تا حدی که در زمان خلیفه دوم پرچم اسلام در دورترین نقطه اروپا به احتضار در می آید و منشأ تمثل عظیم اسلامی و رشد علوم در دنیا می شود. می خواهم بگویم که امروز غرب هر چه دارد از علم اسلام، از دانش اسلام و از معرفت اسلامی، زمانی که ابن هیثم ساعت رو اختراع کرد به اروپا برد، اروپاییان از ساعت رو می دیدن فرار می کردن که در میان ساعت جن وجود دارد و این جن هست که ساعت رو می گرداند. زمانی که امام صادق علیه السلام دانش اونهایی که مدرسه خواندن صحبت مرا خوب می فهمند، در علم ریاضیات معادله درجه دوم رو اونهایی که درس می خوانند می دانند، در بحث جبر بحث معادلات درجه دوم بحثی است که فرمول دلتا برای نتیجه گیری معادلات و ردیشه های معادله مطرح می شود و امام صادق به شاگردش محمد بن موسی خوارزمی نحوه حل معادلات جبری با توانهای بالا رو یاد می دهد و این نکته است که در کتاب مغز متفکر عالم شیعه که نویسنده آن که 10 سال نویسنده از دانشمندان اروپایی در زمینه تاریخ اسلام صحبت کردن، این کتاب رو می نویسد به عنوان مغز متفکر جهان شیعه و عظیمترین تحولاتی که توسط امام صادق در بین علوم اسلامی مطرح شده اونجا گذرد می کند. بحث آینه های مقعر و محدث، بحث عینک های دوربین و نزدیکبین، بحث دوربین هایی که در نظامی به کار می رود توسط شاگردان امام صادق و به تحت نظر امام صادق کشف شده و به عالم منتشر شده است. منشورها رو شما نگاه بکنید که یک نور به منشور وقتی می تابد، نور خورشید وقتی به منشور می تابد 12 طیف می شود. به طیف ها و رنگ های مختلف این منشور نور رو تقسیم می کند. این نورها هر کدوم قدرت خاصی دارد. نور بنفش داریم، ماوراء بنفش داریم. هر کدوم از نورها، نور حتی در اشعه رادیو اکتیو، اینها با همین منشوری که شاگردان امام صادق ساخته است، امروز دانشمندان اروپایی بر همون اساس آمدن نور اکتیو و رادیو اکتیو رو به وجود آوردن. یعنی دانشمندان غرب از نقطه های موجود در بین دانشمندان اسلامی استفاده فراوان کردن. همین مسلمانان منشأ علم فلسفه و حکمت در اروپا هستند. امروز دانشمندان اروپا با تعصبی که دارن نامی از دانشمندان اسلامی نمیبرن. من با بعد تحقیقی که در بعضی از موضوعات فلسفی و کلامی دارم میبینم که بسیاری از نکته هایی که
دانشمندان اروپا به عنوان به نام خود ثبت کردن و به عنوان یک اندیشه تازه مطرح کردن در آثار بو علی سینا حکیم و دانشمند اسلامی مطرح است. مسائلی که بو علی سینا در قرن سوم و چهارم مطرح کرده حالا دانشمندان اروپا به عنوان مسائل نو مطرح می کنند. مسائلی که شهاب الدین سهروردی پیشوای مکتب اشراق مطرح می کند، بعضی از عرفا مسیحیت به عنوان نقطه من خودشان مطرح می کند و اندیشه‌ای که خودشان مطرح کرده اینها را به مردم معرفی می کند، در حالی که اونهایی که در بحث کلام و فلسفه وارد هستند خوب می دانند که اینها مال دانشمندان اسلامی است. زمانی که اروپا در جاهلیت محض به سر می برد اسلام در اوج تمدن بود. 600 سال بلکه می توانم گفت 800 سال مسلمانان تلایدار بلا منازع تمدن و فرهنگ و علم در کل دنیا بودند. اما همین مسلمان ها چی شد که امروز پیرو اروپا شدن، امروز خود باخته شدن در مقابل اروپا؟ چطور اون دوران آغایی، دوران سرفرازی و سیادت مسلمان ها تمام شد و دوران بدبختی و انحطاط مسلمان ها آغاز شد؟ مسئله ای که در جامعه اسلامی مطرح است و بعضی از معضلات اخلاقی که در بین مسلمانان رواج پیدا کرده زمینه را روز به روز بدتر می کند. روز به روز سقوط مسلمان ها در دامن انحطاط و افتضال اخلاقی بیشتر می شود و غرب‌گرایی روز به روز بیشتر و فقط مسلمان ها از غرب لاابالیگری را می دانند. خیال می کنند پیش رفته بودن یعنی کنار زدن معنویت. خیال می کنند که بروز شدن یعنی پشت پا زدن به دین و دیانت مسلمانی و این چیزیست که رسم شده. یک سوال با خود که از خود کرده این من و شما که آیا اروپا وقتی اینقدر پیش رفت کرده با لاوبالیگری و بی‌بندوباری پیش رفت کرده یا نه اونها از خوبی های مسلمانان استفاده می کنند بدی های خود رو به مسلمانان تحویل می دهند؟ کالای اروپا برای اروپایان علم و فرهنگ و تمدن است، برای مسلمانان بی‌بندوباری. ارمغان و هدیه‌ای که اروپاییان به مسلمان ها می دهد بی‌بندوباری و لاابالیگری و بی‌اعتنایی به دین و دیانت و هویت است. اما سوال این است که آیا من و شما انسان مسلمان سوال کنیم که آیا خود اروپاییان هم بی‌بندوبارند؟ آیا اونها با بی‌بندوباری رشد کردند یا نه؟ همونطور که اخبار ناموری می فرماید قوت افرنگ از علم و فرد از همین آتش چراغش روشن است. علم و فن را ای جان شوخ و شنگ مغز می باید نه ملبوس فرنگ. اگر می خواهید پیش رفت بکنید باید فکرتان رو به کار بندازید و الا دنبال کیف های اروپایی بودن و هر روز یک کیف لباس درست کردن و یک مدل لباس پوشیدن و هر روز به یک به اصطلاح ریش و سیبیل را یه روز یه جور میزند، یه روز مثلا موی را یه جور میزند، یه روز لباس را یک جور میپوشد، دختران روزی یک جور لباس میپوشند، این از فلان گروه دختران اروپایی نشأت گرفته، اون از فلان گروه دختران همینطور. آیا پیشرفت این است؟ آیا اروپا همین رو خود برای خودشان پیشرفت می دانند؟ نه خیر، اینها سرگرمی های بیهوده ایست که برای من و شما درست کردند. اونها خودشان شبان روزی برای زندگی انسانیشون کار می کنند، دیگران رو خر کردند و الا خودشان می خواهند آقا باشند بقیه نفهم باشند.
مسلمان بودن به عاقل بودن است، مسلمان بودن به متفکر بودن است، نه به مبلغ بودن و نه به پیروی اروپا بودن. اسلام در ذات خود بالاترین تعالیم را دارد. اگر مسلمان باشیم، اگر مسلمان باشیم سرفرازیم، آقا هستیم. اما اگر پیرو باشیم، اگر دنبال اروپا بودن باشیم، اونجا نه اروپایی میشویم، مسلمانی خود را هم از دست دادیم. امروز در بین مهاجرین ما خوب، من خوب بین دوستان طلبه هم هستم، بین دوستان کارگر هم هستم، با همه الحمدلله ارتباط خوبی هم دارم، بیشترشون هم رابطه دوستانه‌ای با هم داریم. من حالا میبینم چه فکری در بین جوانان وجود دارد. مسئله را ریشه‌یابی کنیم، به یک چیز برمیگرده، به یک چیز، یک ناآگاهی و دو بی‌هویتی و سه بی‌دینی. سه تا نکته: یک ناآگاهی، دو هویت خود را از دست دادیم و سه به دیانت خود پشت پا بذاریم. و همین بحث بود که گذشتگان ما مرتکب شدن، مسلمانانی که رفتن دنبال اروپا از قرن ده به بعد، رفتن دنبال اروپا، سرمایه های عظیم مسلمانی خود رو کنار گذاشتن و امروز وضعیت جوامع اسلامی را میبینیم. هر جایی که مسلمان است بدبخت‌ترین قشر اون جامعه است، هر جایی که مسلمان است فاسدترین بخش اون منطقه، هر جایی که فقر مساوی با مسلمان بودن. چرا؟ هر جایی که جهل هست مساوی با مسلمان بودن. این افتضاح هست، رسوایی برای دینی که اولین کلمه اش به پیامبر اسلام این است که می‌فرماید نون و القلم و ما یسطرون، و می‌فرماید اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا، بخوان، بخوان ای پیامبر. خواندن، فکر کردن، اندیشیدن، به صفر آوردن و نوشتن، نور و القلم و ما یسطرون، قسم به قلم، خداوند عظمت قلم را چقدر بالا می‌بیند، قسم به قلم و ما یسطرون، به آنچه که می‌نویسد خداوند قسم یاد می‌کند. دینی که اولین پیامش خواندن است و سوگند خدای اون دین به قلم است، امروز همین پیروان همین دین دنبال رو مسیحیت و یهودیت است. چرا این گونه می شود؟ چرا مسلمان ها باید این گونه باشند؟ خداوند بزرگ می فرماید ولله العزت ولرسوله و للمؤمنین ولكن المنافقون راغبین لا يعلمون. عزت از آن خدا، از آن رسول بود و از آن مؤمنین و منافقان نمی دانند. چرا ما ذلیل شده ایم؟ برای این که از خدا کنار گرفته ایم، برای این که از رسول کنار گرفته ایم. اگر با خدا و رسول باشیم عزیزیم، ولی الله العزه، عزت از آن خدا، از آن خدایان است، از آن پیامبر است، از آن پیروان پیامبر است. وقتی خدا نباشد، پیامبر نباشد، ذلت پدید می آید. و ذلتی که امروز مسلمان ها دارد به دلیل بیگانگی با دین و دیانت است و همون جاهلیت قبلی، جاهلیت زمان عربستان و شبه جزیره عربستان، با لباس دیگر، با رنگ دیگر، با عبارتهای دیگر، با مد دیگر، با تیپ و لباس دیگر، با نحوه رفتار دیگر در زندگی، همون جاهلیت لباس نو پوشیده و در جامعه اسلامی امروز آمده، نامش عوض شده. اون زمان جاهلیت
این بود که می رفتن دزدی می کردن، سرقت می کردن. حالا همون سرقت را هم می کنن در لباس تو، همون بیبند باره را می کنن به نام چیپ، به نام موت، همون لاوبالیگری را دارن به نام گروه هایی که در جامعه امروز ما میبینیم، گروه های شیطان پرستی که عده زیادی از جوانان مسلمان به دام این گروه ها افتادند. گروه های شیطان پرستی که رشد میکنند متاسفانه و عده انسان های نفهم و احمق دنبال اون هستند و عمرشون رو پرست میکنند و آخر خودشون پشیمان میشوند. و این چیزی که گریبان جامعه اسلامی را گرفته است. من هم در افغانستان سراغ دارم، هم در ایران سراغ دارم، میبینم اینها رو. شما اینترنت بروید، قضیه شیطان پرستی، سیطنیتون رو سرچ کنید، ببینید چه افتضاحی وجود دارد. شما یک تحقیق کامپیوتری بکنید، ببینید کلمه شیطان پرستی و سیطنیتون رو چک بکنید، ببینید چه چیزهایی می آید. اینهایی که می آید در جامعه افغانستان و ایران و پاکستان و افغانین ها جوانان مسلمان هست. اینها جوانان مسلمان است که به دامن اینها گرفتار شده است. برادران و خواهران من و شما، اینها کسانی است که در خانواده مسلمان زندگی کردند و روش پیدا کردند. همین شیطان پرستی در لباس نو می آید در وارد زندگی من و شما می شود. از طریق همین مقاله ها که من تا عرض را اندازه می گیرم، از طریق همین مقاله ها وارد زندگی من شما می شود. از طریق اینترنت و کامپیوتر وارد زندگی من شما می شود. از طریق تلویزیون و ماهواره وارد زندگی من شما می شود. در حالی که خود ما نمی داریم، خیال می کنیم پیشرفت کرده ایم، مقاله داریم می کنیم پیشرفت کرده ایم، به ماهواره بس کنیم کار می کنیم پیشرفت کرده ایم، در حالی که پس رفت و انتظار است. جاهلیت عربستانی قدیم است، ما نمی فهمیم. اگر بفهمیم جهل است، مگر اینکه خود را به اصطلاح عامیانه به خریت بزنیم، خیال کنیم که پیشرفت کرده ایم. اون چیزی که افتخار برای مسلمان دارد مسلمانی است، دیانت است. کارگر متدین دوستدار اهل بیت مؤمن از افغانستان می آید برای اینکه زندگی خانواده اش را در افغانستان سیر کند و تأمین کند، می آید در جمهوری اسلامی، می آید در پاکستان، می آید در یک شهری، می رود اروپا. همین کارگر اولین چیزی که از اروپا و از فضای آزاد کسب می کند بیبند و باری لاقیدی. اولین کاری که می کند نماز رو کنار می گذارد. اولین کاری که می کند نسبت امورات دینیش بیگانه می شود. این افتضاح است. من و شما باید به هوش باشیم. من و شما به عنوان پدران و مادران نسبت به فرزندانمون باید حساس باشیم. مسائل دین برانداز مخرب و عقیده کش امروز در جامعه من و شما بیداد می کنند، در حالی که همه بیگانند، همه بیخیالند. پدر خیال می کند که اگر مثلا روز یک 20,000 تومان کار کرد، حالا 20,000 تومان من زیاد میگم، روز مثلا 15,000 تومان کار کرد و شب آمد به یک نانی برای زن و بچه اش آورد و چند تا وسیله گرفت و تلویزیون و ماهواره و امثال اینا، خیال می کند وظیفه پدری همین است، در حالی که خبر ندارد پسر در چه اوضاعی به سر می برد، دختر به چه راهی رفته. از این کارگر عرق جبین ریز یمین بکسته یمین پینه بسته مظلوم زحمت کش فرزندی به بار می آید، وارد جامعه می شود که جز فساد چیزی به بار نمی آورد، به دلیل بی‌اعتنایی، به دلیل بی‌خیالی. غیرت مسلمان ها کجا رفته؟ اولین چیزی که در اسلام شرط است غیرت است، مردانگی است، حمیت است، هویت حق است نیست، الان وجود ندارد در بین مسلمان ها. متاسفانه تقلید است، بی‌خیالی است.
بسیار باید به گوش بود. نسل امروز ما در معرض خطر است. نسل فردای ما هم سقوط کنندگان در دامن فرهنگ مبتدل غرب خواهد شد. اینها نه از غرب علم غرب را می آموزند و نه از دیانت اسلامی چیزی برایشان باقی می ماند. چیزی باقی نمی ماند. همون مصداق اکمل و اتم خطر دنیا و آخرت می شود که نه دنیا دارند و نه آخرت. افتخار من شمای افغانی دانشمند اروپایی می گوید اگر دین رو در سرتاسر دنیا نابود بکنیم همچنان در سلسله جبال هندوکش بابا تا ابد پایدار خواهد ماند. این دانشمند اروپایی بر اساس شناختی که از مسلمانهای افغانستان دارد میگوید دین افغانی ها تا الالابد پایدار خواهد ماند اگر دنیا را کفر و الحاد فرا بگیرد. حالا همین افغانی که افتخار از دیانت است، افغانستان مردم زحمتکشی هستند، خصوصا شیعه های افغانستان که در افغانستان هم محرومند، از نظر اقتصادی محرومند، از نظر تحصیلی موانع وجود دارد. فضای کابل و افغانستان و بقیه شهرها را من میدانم، آشنایم یا دوستانم از اونجا یا اینکه خودم در کابل رفتم و بقیه شهرها را هم خبر دارم. امروز شیعه ها در افغانستان محروم است، کما اینکه از قبل هم محروم بوده. الان هم که دوره دموکراسی هست باز محرومیت برای شیعه ها وجود دارد. استخدام ها در مدارس دولتی در رده های بالای دولتی برای شیعیان میسر نیست. ما خوب میدانیم یک ذره خوبتر شده، حالا این مالی امیدواری انشاءالله خوبتر هم بشه. شیعه ها از نظر اقتصاد و از نظر علم در جامعه افغانستان عقب مانده، عقب نگه داشته شده هست. افتخارش دیانت هست، شیعگری پیرو اهل بیت بودن هست. اگر بیاید دینش را و مذهبش را از دست بدهد به پول و سرمایه که نمیدارد، دنیا که ندارد، آخرت هم ندارد، چون دینش از بین رفته به مال دنیا هم که نرسیده و این همون خطر دنیا و آخرت و این مسئولیتی است که من و شما را وامی دارد که به هوش باشیم. بی‌حجابی امروز در بین مسلمان‌ها بیشتر شده. چرا؟ مدهای لباس شما شما خوب ببینید به نشانه پیشرفت هست. اینها همه خیال می‌کنند که پیشرفت کردند. خیال این است که واقعاً اگر یک لباس آنچنانی بپوشند، اگر با یک وضعیت فجیعی از خانه بیرون بیاید، پدر هم راست راست در کنار دختر بی‌حجابش راه می رود، شوهر هم راست راست در کنار همسر بی‌حجابش راه می رود، بعدا که بپرسی بگی دین از چیز میگه مسلمانم، مذهب از چیز میگوید شیعم، کدام شیعه 12 امامی پیرو اهل بیت. حالا شما غیرت رو ببین و شیعگری و مردانگی رو ببین. آیا شیعه همین طور است؟ آیا ائمه همین طور گفته؟ آیا به مرد مؤمن غیرت رو این گونه یاد داده؟ غیرت رو این گونه ائمه به اهل بیت پیروانشان یاد داده؟ آیا حجاب از نظر ائمه همین طور است که این خانم بیرون می آید؟ یا نه؟ این گونه نیست. در مسلک اهل بیت عزت و اقتدار و غیرت موج می زند. مسئله روز عاشورا را شما ملاحظه بکنید. در روز عاشورا خیمه ها را ابا عبدالله حسین به صورت دایره‌ای ساخته. وقتی از دور لشکریان یزید نگاه می کنند داخل محبته خیمه را نمی بینند. مخدرات حرم و بانوان حرم تا زمانی که
امام حسین زنده بود و خیمه ها به آتش کشیده نشده بود، یک دانه از مخدرات حرم دیده نشد. زینب وقتی برای وداع برادرش بیرون آمد، کامل صورت بیرون پوشانده بود. وقتی به سوی گودال قتلگاه شد، در اونجایی که با یک زن معمولی ممکن است هر چادر و روسری را همه را کنار بندازد و برای دیدن برادرش برود، زینب با کمال وقار، با کمال وقار و غیرت، با کمال عظمت و با کمال حجاب به سوی مقتل می شتابد و به سوی قتلگاه شتاب می گیرد. مسئله غیرت حرف اول را در مسلک اهل بیت می زند و امروز اگر می خواهی اهل بیتی باشی، باید غیرتمند باشی، نسبت به ناموست حساس باشی، نسبت به زندگیت حساس باشی. پسرت را و دخترت را به گونه‌ای تربیت بکنیم و به گونه‌ای با او برخورد بکنیم که غیرت اهل بیتی وجود داشته باشد. نمیگویم جلو رفتار اجتماعی خواهران را بگیرید، نه، رفتار زن مسلمان را از او توقع داشته باشید، رفتاری که حضرت زهرا به او میگوید، رفتاری که زینب کبرا به او میگوید، رفتاری که دستور ائمه، نه این تیپ ها و این مدهای لباسی که به عنوان بدترین نوع بیهجابی مطرح است. شما امروز ببینید هرچه بیمبالاتی، هرچه بیمبالاتی در نحوه رفتار و کوشش زنان و مردان وجود دارد. امروز در فاجر بیبندوبالی های اجتماعی نحوه سخن گفتن دختر و پسر باید بر اساس تعالیم اهل بیت باشد. دختران و بانوان وقتی وارد فضای اجتماع می شوند، با نامحرمان وقتی صحبت می کنند چگونه صحبت کنند؟ نمی شود صحبت نکرد. این که می گوید با نامحرم صحبت نکنید در جامعه امروز امکان پذیر نیست. شما حداقل خانم های عزیز و محترمه وقتی بازار می روند مجبورن لباس بخرند، مجبورن چیزی را معامله کنند، مجبورن بالاخره یک خرجی خانه رو یک جایی وقتی شوهرش را به پولی میدهد باید برای مصرف بکنند، مجبور از بازار بلوند، بازار رفتن خرید کردن مجبور است. اما چگونه صحبت بکنند، چگونه بیرون بروند و چگونه صحبت بکنند؟ نحوه صحبت کردن بانوان در نگاه مردان به سوی اونها تأثیر دارد. اگر مثل یک زن مسلمان محجبه معتقد رفتی و با یک تون صدای آبرومندانه صحبت کردی، آبرومندانه هم به خانه برمی گردی. اگر با یک وضعیت فجیع، با یک صدای کرشم به اصطلاح نازی و کرشمهی با یک مرد نامحرم صحبت کردی، اون وقت هم ذلیلانه به خانه برمی گردی. گرگهای درنده خو که با چشمان آلوده بشون به سوی شما نگاه می کند و افتت و پاکدامنی شما را تهدید می کند. ای زن مسلمان باید به هوش باشید که در این فضایی که ظلمتزا و پر از گربه های درنده افت و بازدامنی و شخصیت انسانی خودتون را حفظ بکنید، و این هم وظیفه مادران است و هم وظیفه پدران که نسبت به ناموزشان، نسبت به نحوه پوشش اونها باید حساس باشند. این مسئله ایست که در جامعه امروز باید به عنوان مسئله مهم باید در نظر گرفته شود. و شبهای محرم و عزاداری ابا عبدالله حسین باید برای ما در دهنده و پندآموز باشد. به یاد و نام ابا عبدالله حسین همه من و شما گرده هم می آییم، از راه های دور و نزدیک می آییم، به یاد ابا عبدالله عزاداری می کنیم. اما در همین مجالس نکته های در ساموز باید گفته شود.
نسبت به خرید وسایل منزل باید حساس بود، نسبت به نحوه پوشاک، نسبت به برنامه زندگی، شغل پسران. پسر وقتی میرود دنبال یک شغلی، پدرش باید حساس باشد چه شغلی او انتخاب میکند، دنبال چه کاری رفته، با چه کسی میگردد، دوست او کیست، دوستان او کیست، در کجا زندگی فعالیت میکند، برنامه کاری او چیست، چند ساعت کار میکند، بعد از کار کجا میرود، برنامه شبانه روزی او چه فیلم هایی میبیند، چه کتاب هایی میخواند. اینها رو باید پدر و مادر بفهمند و برنامه دقیق فرزندان، یعنی اهم از بستران خسرانشان رو بفهمند واقعا. و الا وصیت وصیت بسیار خطرناک. جوان من و شما، جوان مسلمان باید جوانی باشد مثل جوان ابا عبدالله حسین. مردی آمد از راه دور، بعد از مدت مدیدی 50 سال، شاید هم حالا تاریخ رو دقیق نتانیم بگیم، مثلا بعد از 35 سال، بعد از 40 سال، عاشق پیامبر گرامی اسلام است. آمد مدینه، آمد مدینه منوره، گفت من میخواهم رسول الله رو ببینم. به یاد رسول الله و با عشق سرشار نسبت به رسول خدا وارد مدینه شد. از مردم پرسید خانه پیامبر کجا؟ میخواهم پیامبر را ببینم. مردم به او خندیدند، گفتند که پیامبر مدت‌های طولانی شده، مدت مدیدی، ده‌ها سال است که پیامبر از دنیا رفته، خیلی بی‌خبری. این مرد بیابانی روستانشین که از راه خیلی دور اومده بود، به سر و صورتش می‌زد، کنار قبر پیغمبر رفت، دیگه صورت روی خاک پیغمبر گذاشته بود و زار زار گریه می‌کرد که چقدر بی‌لیاقت بودم، یا رسول الله که شما را ندیدم. یکی از شیعه ها وضعیت این مرد را دید، میگه دست این مرد را گرفت، گفت برویم، من شما را به ابا عبدالله حسین معرفی کنم، آقا شاید بتواند مشکل شما را حل کند. مرد تازه وارد آمد، عرض شد به قسم ابا عبدالله حسین که این مرد بسیار بیتابی می کند، بیخبر بوده از وفات رسول خدا، راه طولانی را پیموده، آمده از که پیامبر را ببیند. ناگهان اینجا خبردار شد که پیامبر خیلی وقت است که از دنیا رفته، بسیار گریه می کند و بیتابی می کند، می خواهد پیامبر را ببیند. امام حسین نگاهی به پیامبر این مرد کرد، گفت غصه نخور، اگر خود پیامبر را نمی بینی، من کاری می کنم که شبیه پیامبر را ببینی، کاری می کنم که شبیه پیامبر را تو ببینی. صدا زد ابا عبدالله الحسین، علی جان من، علی اکبر. میگه از اون اتاق صدا آمد، بابا جان آمدم خدمت شما، علی اکبر آمد خدمت بابا.
ابا عبدالله حسین رو کرد به طرف این مرد. ای مرد کنا از اشتقنا به رسول الله نظرنا الی آبته، هر وقت ما مشتاق دیدار رسول خدا می شویم به علی اکبر نگاه می کنیم. این کودک 8 ساله و 9 ساله مرا که می بینی هم از نظر اخلاق، هم از نظر چهره، هم از نظر لبخند، همه اعمال و رفتار شبیه رسول خدا. میدونی اکبر به روبروی خودت بگی بیسته نگاه بکنی به سوی اکبر، اگر میخوایی رسول خدا را ببینی به سوی علی اکبر.